همونطور که میدونی کدو حلوایی یکی از نمادهای پاییزه و با استفاده اونا توی دکور خونه حال هوای پاییزی میتونیم به خونتون بدین. سلام، من سارا هستم. توی این ویدیو میخوام این کدوهای حلوایی پارچه‌ای رو بهتون آموزش بدم. بریم با هم ببینیم. هر پارچه‌ای که دوست دارید طرح‌دار، ساده یا حتی بافتنی رو به شکل مستطیل برش بزنید. اندازه‌های پارچه‌ای من 50x30 سانتی متر است. به پشت تا بزنید. این قسمت رو بدوزید. خب بعد از این که دوختین ته پارچه‌تون رو جمع کنید. سعی کنید چیناتون منظم باشه. بعد با نخ یا کش دورش رو محکم بپیچید و گره بزنید. حالا برش گردونید. داخلش رو با الیاف پر کنید. دوباره سرش رو جمع کنید جوری که کاملا وسط قرار بگیره. با نخ یا کش دورش رو ببندید. حالا با یه نخ و سوزن درشت از این قسمت رد کنید، از ته کار در بیارید و محکم بکشید. این کار رو چند بار تکرار کنید. این کار برای اینکه حالت فرو رفتگی به کارمون بده و فرم بالای کدو رو به خودش بگیره. حالا با نخ کاموا، کش، نخ نامرئی یا هر نخی که دوست دارید اول چند بار دور قسمت بالاییش بپیچید، بعد از روی درزی که دوختید رد کنید که کاملا پوشیده بشه. بعد ببرید قسمت روبروش. این کار رو چند بار انجام بدید تا کاملا فرو رفتگی ایجاد بشه. بعد به صورت به اضافه یه خط دیگه ایجاد کنید. بعد از اینکه به 4 قسمت تقسیم شد، بین هر قسمت رو یه خط دیگه ایجاد کنید. در واقع باید به 8 قسمت تقسیم بشه و کاملا فرم کدو حلوایی رو به خودش بگیره. بعد قسمت بالایی رو یکم منظم کنید که نخا معلوم نشه. برای قسمت بالایی کدو از نخ حصیری، کوبلن، نخ کنفی یا هر نخی که دوست دارید میتونید استفاده کنید. من از نخ حصیری استفاده میکنم. سر نخ رو به این شکل قرار میدم. بعد نخ رو دورش میپیچم تا مخفی بشه. میتونید چوب طبیعی، چوب دارچین یا چوب خود کدو حلوایی هم استفاده کنید. قسمت بالش هم چسب میزنم. اینم از کدو حلوایی پارچه‌ای که من یه دونه با پارچه‌ای طرح‌دارم درست کردم. حتی میتونید با انواعی روبان، نخهای کنفی، گل یا برگ مصنوعی هم تزیینش کنید. اگه این ویدیو رو دوست داشتید حتما ذخیره کنید، لایک کنید، کامنت بذارید و برای دوستانتون بفرستید.